امروز ورزشگاه پر از خالیه. قراره پس چی نشون شما بدیم؟ حاشیه ها و عوامل صدا بردار، تصویر بردار، اینکه چی کار میکنن و چه سختی هایی دارن، با کارشون آشنا میشیم. اون چیزایی که نمیبینید و قراره امروز ببینید. خب اینجا انتهای واحد سیار هست، میبینین کلی وسیله اینجا وجود داره. میخوایم از آقای صادقی بپرسیم که چه کار میکنن مخلصن. خودتون کامل سلام، خسته نباشید خدمت شما و بینندگان عزیز. این قسمت که ملاحظه میفرمایید انبار واحد سیار هستش. کل تجهیزات از لحاظ دوربین، لنز، سپایه، کابلای صدا، تصویر، فیبر و کلن تجهیزاتی که لازمه برای تصویربرداری از برنامه‌های اسپورت و ورزشی و اینا اینجا قرار میگیره که همکارای ما هولوش 4 ساعت قبل از بازی ها میان و مستقر میشن و این تجهیزات رو نصب رو اندازی میکنن. شما همیشه جاتون تو داخل تونله؟ بله بله. آره، پس اینجا تماشاگرها زیاد با شما کاری ندارن؟ نه، خوشبختانه به قول معروف طوری طراحی کردن که از دید تماشاگرها و به قول معروف دوربینا و اینا خارج بشه، بیرون بشه. آقای صادقی، با اون صدای رادیوییتون بگید جریان سیما چیه؟ این همه سیم توی ورزشگاه میبینید؟ بله، این سیما به هولوش هر کدوم 250 متر، 150 متر، 70 متر، 60 متر به تناوب فاصله دوربینایی که هستش ما کابکشی داریم. همون 4 ساعت قبل از بازی که گفتم خدمتتون میایم برای نصب تجهیزات، میایم اینا رو انجام میدیم. آقا سلام، این موضوع این ماشینه چیه؟ اسمش چیه؟ چیکار میکنه؟ من هم سلام عرض میکنم. والا این ماشین SNG دیگه، سلام، برای پخش زنده میگیم و از واحد سیار ما تصویر رو میگیریم، روی ماهواره میفرستیم، توی جام جم توی اسکا دریافت میکنن و خب پخش زنده میشه. شما همیشه جایتون پشت دروازه هست یا جای مختلف این رو تماشا چیه نیست اونجا؟ فعلا اینجا پشت دروازه هستیم، ولی حالا قصد دارن بعدن کاپکشی کنن. به قول معروف نیایم اینجا، چون AFC از بازی پرسپولیس با اون ژاپن اومد گفتش که ماشین نباید بیاد داخل زمین. من فرانی هستم، از همکاران واحد ارتباط زنده ماهواره‌ای. شما اینجا میشینید و فقط فوتبال نگاه میکنید؟ نه، ما میشینیم مانیتور میکنیم. ما بحث دیدن فوتبال نیستش، بیشتر بحث مانیتوره که قطعی چیزی پیش نیاد که اگه مشکلی پیش اومد بتونیم سویش کنیم رو خط رزرومون بریم. درست. شما خاطره جالبی که از این کار دارین؟ والله چی شده سنگ بهتون خورده؟ نه من سنگ نخوره، ولی بازی پرسپولیس استقلال بود که یه سنگ خیلی بزرگ پرت کرد منو از کجا کنده بودن، یه بوتون خیلی بزرگ بشه بیام 3-4 کیلو، خیلی هم ضربه دست قوی داشتن، پرت کردن به اون گوشه ماشین خورد. بعد عرضم به خدمتتون یه بازی لیگ هم بود که شیشه جلوی ماشینمون شکست، گلگیر ماشین خورد، یه ماشین رو جمع کردیم بریم جلو جایگاه که اونور یه تماشاچی نداشت، آسیب نخورد دیگه اونجا ماشین. آقا سلام، شما خوبه؟ سلام، خودتون معرفی میکنی؟ من بدیهی هم. از کارتون چیه اینجا؟ ما معمولا تماشاگرها اگر که مشکلی برشون پیش بیاد ما از نظر خب اورژانس توی ورزشگاه جز لاینفکه، یعنی اگر نباشه اصلا بازی برگزار نمیشه. آیا اتفاق خیلی خاصی افتاده واسه شما؟ بله میگه تعریف کنه چی شده؟ بازی هایی که ازدحامش خیلی زیاده معمولا هجوم که میارن به سمت درهای خروجی، معمولا تو خروج خیلی مشکل داریم. ما هنوز این مشکل رو داریم؟ بله بله هنوز داریم. معمولا زخمی یا تو بازیایی که ضرب و جرح پیش میاد با هم دیگه اختلاف نظر پیدا میکنن، معمولا اورژانس اولین کسایی هستن که میرسن بالا سرشون کارشون.
ما بازیکنایی داریم که همیشه کسرشون در میره یا همیشه این اتفاقای اینطوری براشون میفته. موضوع چیه؟ چرا مستقیما هیته مشکلات و فوریت پزشک بازیکن ها به عهده اورژانس نیست، ما کاری براشون انجام نمیدیم، یعنی آمبولانس خصوصی کارشون رو انجام میده و اونا انتقال میدن. ما فقط برای تماشاچی ها و عوامل دیگه ای که دستن در کار بازی هستن ما برای اونا خدمت. خب پس امروز بدون تماشاگر شما راحتید دیگه؟ راحت که باید حواسمون باشه دیگه، راحت تر نسبت اون موقع که تماشاچی هستن، ولی غیر از تماشاچی عوامل دیگه ای هستن که اینجا ممکنه براشون مشکلی پیش بیاد، ما خدمت اون هست. خیلی ممنون، خسته نباشید، سلامت باشید.